برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای سرداری، یکی از سوالاتی که در این خصوص پرسیده میشه این است که چرا عربستان سعودی علارغم ادعای اصلاحات همچنان به اعدام و سرکوب شیعیان ادامه میدهد؟ با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان شما. عربستان سعودی در اینجا منظورش از اصلاحات معنی فاز سیاسی و اصلاح حزبی اینا نیست، فقط اصلاحات اقتصادی، اونم در چارچوب راه ابراهیم و در رابطه رقابت با امارات متحده عربی. اتحاد امارات متحده مدت پیش همه مسائل اصلاح عربی و غیر عربی و فلسطین همه رو کنار گذاشت، رفت به سمت اقتصاد در رابطه همکاری با اسرائیل و آمریکا، الان از نظر اقتصادی موفقیت دست زده. عربستان هم بعد از اینکه در دوره جنگ در افغانستان با روسیه همراه آمریکا و بقیه کشورهای غربی که اونجا بنیادگرایی رو کمک میکرد مثل القاعده و طالبان امثال اینا، بعد از مدتی الان در حال حاضر یه مدت خطش عوض شده، اومده از رای ابراهیم و در با اسرائیل اینو پیش گرفته و یه سری اصلاحات اقتصادی میخواد در کشور به وجود بیاره، نه اصلاحات دیگه. اینه که خاطر این اهل تشیع رو به صلاح اعدام میکنه، چیز میکنه. الان در منطقه فقط اهل تشیع هستن که در مقابل اسرائیل واستادن، مثل حوثی ها، مثل هشت شعبی در عراق، مثل حزب الله، امثال اینا. عربستان سعودی برای اینکه از این کار جلوگیری کند، اسرائیل و آمریکا رو از خودش راضی نگه داره و برای خودش هم نمیخواد تو کشورش دردسری درست بشه، به این بهانه به شدت شیعیان رو سرکوب بکند، نکنه که یه روز یه اهل تشیع در عربستان سعودی مثل بقیه جاها بیان در مقابل اسرائیل رو واستن، برای عربستان سعودی مسئله درست کنن. من در خدمت شما. از شما سپاسگزارم و مطمئنم بیننده های گرامی هم مثل من از توضیحات شما استفاده کردند. علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس.